به هشتمین و آخرین ویدیو خوش اومدین به آخر مسیر رسیدیم در عدد هشت قدرت زیادی وجود داره برای من عدد هشت همیشه نماد بینهایته هر پایانی به یه آغاز جدید میرسه و از این زاویه اصولا پایانی وجود نداره پس این تمرین ها اون چه در طول این سفر یاد گرفتین و اون چه شما رو هم به پایان میرسونه در اصل مساله و بستری برای باور کردن شروع های تازه و ما برای حفظ قدرت و فعالیت تمون باید خود قدیمی یا شخصیت قبلیمون رو از بین ببریم تا حقیقت وجودی اصیلتر واقعیتر و صادقتری از ما متولد بشه بنابراین در این پایان میخوام یکم قلبمون رو باز کنیم و میخوام با حرکتی آشناتون کنم به نام شاواسانا که در اصل یعنی حرکت بدن بی جان این کاریه که ما در یوگا انجام میدیم چون همه ما میدونیم که یه روز عمرمون به پایان میرسه این یه واقعیت پس هر چقدر بیشتر این واقعیت رو بپذیریم و درک کنیم و قدر زندگی رو بیشتر بدونیم هر روز از این فعالیت لذت میبریم و از زیبایی اون و از اون چه به ما ارزانی میکنه خوشحال هستیم فارغ از اینکه اون واقعیت کی و چطور سر پیدا بشه حالا میخوام با حرکت آشناتون کنم به نام اوشتراسانا یا حرکت شطور روی زانو و ساق پا قرار بگیرین کاری که میخوایم بکنیم اینه که بین زانو و ساق دو پا به اندازه عرض باسن فاصله بدین طوری که بتونین پاها رو مثل من بکشین یا میتونین پنجه ها رو به داخل خم کنید من میخوام حالت پنجه به تو رو انجام بدم چون کمی راحت تره رانها صاف رو به بالا کاری که نباید انجام بدیم اینه پس از قدرت پاهاتون استفاده کنید چون میخوام بریم به این حالت خم به عقب که قلب رو باز میکنه حالا دستارو رو پایین کمر به این صورت دنبال چرا به سمت پایین بکشین آرنج ها جمع حالا با دم ستون فقراتو رو بکشین و همزمان که این کشش رو احساس میکنید صبات لگن رو حفظ کنید و کاملا این خم رو به عقب رو احساس کنید این باز شدن قلب و این کشیده شدن قلبتون رو به سمت بالا خب حالا میتونین دستا رو بذارین روی مرکز قلب نذارین سر بیفته گردن رو کشیده نگه دارید یه دم دیگه با بازدم آروم بیاین بالا خب پنجه های پا باز حالا به آرامی بشینید این حرکت خیلی فعال کننده است و وقتی ما نفس و انرژی تازه رو فعال میکنیم گاهی ممکنه جریان شدیدی ایجاد کنه ممکنه یه چیزایی رو بیاره رو فقط ببینید که چه چیزایی رو میاد و با خودتون با مهر و شفقت رو به رو بشین هر حال مرکز قلبه دوباره روی زانو و ساق پا قرار بگیرید به اندازه عرض باسن فاصله بدین پنجه ها روبه تو دست ها رو پایین کمر نگه دارید به این صورت شونه ها گشوده و ستون فقرات و این شکلی بکشید خب کشش رو در ستون فقراتتون حس کنید دست ها میتونن همینجا بمونن یا اینکه به حالت نیایش قرار بگیرین دقت کنید که چه چیزی باز میشه وقتی نفس رو میفرستین به درون مرکز قلبتون حالا با دم آروم میایید بالا پنجه ها رو باز کنید و به آرامی بشینید خب حالا میتونین چشماتون رو ببندید و دست رو بذارید روی شکم و قلبتون برگردین به مقصودی که برای این تمرین در نظر گرفتین. به همه ما یه مدلی از عشق ارائه کردن که غالبا اون مدل سرشار از روابط قدرت و بازی های قدرت. در طول زندگیمون درس های مختلفی یاد گرفتیم. حالا اینجا ما رشته های اون نظام قدرت را از هم باز میکنیم و برمیگردیم به ماهیت حقیقی عشق که درون قلب و در مرکزمون جا داره. چند لحظه تعمل کنید و با عشق سازگار شید. خب با تمام وجود به خردی که در بدنتون هست گوش بدین. حالا آروم دستا رو بندازین به حالت چهار دست و پا قرار بگیرین و برین به حرکت سگ سر پایین یه حرکت مقابل خوب برای اون حرکات خم به عقب حالا از اینجا زانوها رو بذارید روی زمین خب پای راست جلو کف پای راست رو ببرید به طرف چپ خب حالا و پای چپ رو پشت سرتون بکشید به این صورت در زانوهاتون نباید هیچ دردی احساس کنید برای همین میتونید یه پتوی کوچولو بذارید اینجا زیر باسن راستتون یا so میتونید از یک بالش it. کوچیک هم استفاده کنید دیگه خودتون ببینید چی دوست دارین به این حرکت میگن کبوتر تک خب یه نفس عمیق بکشید میتونین بالا تنه رو صاف نگه دارین یا آروم به سمت جلو خمشین در این حالت خم به جلو میتونین پیشونیتون رو بذارین روی دست ها وقتی نفسمون رو میفرستیم <متصفيق> به عمق لگن و سرعتمون رو کم میکنیم گاهی چیزایی که توی بدنمون گیر کردن میان بالا خب سعی کنین سرکوبشون نکنید لطافتی رو که در حضور داشتن هست حس کنید و اینکه نسبت به نیازهاتون مهربان و حساس باشین و شاید با یه تنظیم مجدد ببینید که معنای عشق برای شما چیه برای شما و بدنتون و معنای همین لحظه براتون چیه حالا با دم آروم بیاین بالا بیاین بالا و دوباره به حالت چهار دست و پا قرار بگیرید و چند لحظه به حالت واجراسانا بشینید دوباره به حالت چهار دست و پا میخوام برم حالا پای چپ جلو کف پای چپ رو ببرید به راست طور که استخوان ساق به موازات جلوی مت قرار بگیره و پای راست رو مثل حرکت سگ سربالا بکشید میتونید یه پتو یا حوله زیر باسن چپتون قرار بدین حالا بالا تنر رو صاف نگه دارید به این صورت یا این اینکه آروم به سمت جلو خم بشین در هر حالتی که قرار میگیریم به بدنتون گوش بدین نباید در قسمت زانو درد داشته باشین با این حال ممکنه مقداری درد احساس کنید این همون تشخیص سالمه گاهی تحول مستلزم احساس ناراحتیه این یه واقعیته ممکنه دردناک باشه ولی نه اون جنس دردی که آسیب میزنه برای همین حتما باید گوش بسپارین و متناسب با حقیقت وجودی بدن خودتون واقع کنش نشون بدیم هرچه بیشتر این کار درونی انجام بدیم و به سایه نگاه کنیم و رها کنیم هر نو سابقه شرم یا احساس دام. گناه و که دست و پامون رو بستن صدامون رو باز میکنیم تا با مهر و شفقت حقیقت رو بیان کنه پس بمونیم و نفس بکشیم حالا آروم بیاین بالا بیاین بالا و اون طرف رها کنید این بار پنجه ها رو بدید داخل زانو و ساق رو از زمین بلند کنید و برید به حرکت سگ سر و تو این حالت هر حرکتی که حس خوبی بهتون میده رو انجام بدین حالا زانوها روی زمین با سنتون رو به یک سمت ببرید و پاها رو دور به چرخونید. حالا میخوایم بیایم بالا. به این میگن دانداسانا خب اگر روی قسمت پشتیتون قوز می کنید شاید بهتر روی پتوی کوچیک یا یه بالشتک بشینید حالا دستا رو ببرید بالای سر و اینطوری به سمت جلو خم بشین به این حرکت میگن پاشچیمو تا ناسانا اگه نمیتونین پنجه های پاتون رو لمس کنید هیچ معنایی نداره جز اینکه دارین روی عضلات پشت رانتون کار میکنید بنابراین میتونین از یک بند کمک بگیرید یا زانه هاتون رو کمی تا کنید شانه ها دور از گوش این خم های رو به جلو فقط برای کشش عضلات پشت ران نیستن. برای کشش ظرفیت شما برای حضور داشتن با حس هستن فارغ از این که اون حس بهتون چی میگه شما این شهامت و توان و فعالیت رو دارین که نگاهتون ازش بر نگردونید و بهش نگاه کنید حالا با دم آروم بیایید بالا وقتی با شهامت به حیات درونیمون صدا میدیم اون وقت میتونیم قدم رو محکمتر برداریم و اطمینان بیشتری به صداهای درونیمون داشته باشیم حالا میخوایم به پشت دراز بکشیم و زانه رو ببریم سمت سینه و یک کم فشارشون بدیم میخوام یه پیچ ستون فقرات ساده انجام بدم خب با سنو یک کم ببرید به سمت راز، به روی باسن چپ خب زانوها به طرف پایین و شونه راست رو به طرف زمین شل کنید اگر کمرتون اذیت میشه میتونید دست چپتون رو مشت کنید و بذارینش بین زانوها تا یه ثبات خوب در قسمت استخوان خاجی ایجاد کنید بعد از اون پیچهای بزرگی که انجام دادیم. حالا یه پیچ خیلی ساده برای ایجاد تعادل در ستون فقرات و دستگاه عصبی حالا برمیگردیم به مرکز باسن روی کم ببرید به چپ و بغلتین روی باسن راست زانوها پایین شونه چپ و شل کنید شل کردن خودش یه جور توان و قدرته میتونید مشتتون رو بین زانوهاتون قرار بدین حالا اون نفس سیال و موزون رو حس کنید و همینطور شهامتی رو که لازم تعهد ما به حمایت ما از خودمون باشه از خودمون حمایت کنیم خب در واقع از خانوادهمون حمایت میکنیم از دوستامون حمایت میکنیم از جامعهمون حمایت میکنیم از همه دنیا حمایت میکنیم حالا برمیگردیم به مرکز میتونیم پاهاتون رو دراز کنیم به این میگن شاواسانا یا حرکت بدن بیجان پاتون رو دراز کنید ران ها از هم باز اگر پایین کمرتون اذیت میشه میتونید یه پتو رو لول کنید و بذارین زیر زانو هاتون دست ها افتاده در دو طرف بدن کف دست ها رو به بالا حالا همه اون پیچ خم های مختلفی که به بدنتون دادین الان بذارید که از هم باز بشن خودتون رو بگسترانین فضا رو پر کنید. همینطور که این پیچش ها و شخش ها رو انجام میدین باید بگسترانین اون قدرت رو اون فائلیت رو و اون روح خلاقی که در وجودتون هست. <applause> یه عالمه چیزای مختلف توجهتون رو به سمت خودشون می پس یه خورده بیشتر توی این حالت بمونید. یه نفس عمیق و با یه ها از دهانتون بیرون بدین. یادتون باشه که زمین شما رو داره و همینطور ما هم زمین رو. و همینطور اون آتشی که ایجاد کردین تا فضا رو پاک کنین، مجرا رو پاک کنید تا اون انرژی اون نیروی حیاتی خلاقتون مثل آب جریان پیدا کنه و ما با نفسمون و با اون هوا مدام بر اون آتش میدمیم بر اون حالت عشق و پیوند میتونیم ویدیو رو نگه داریم و یکم بیشتر تو این حالت بمونین یا اینکه دستا رو بذارین روی شکمتون یا روی قلبتون یا روی چشم سوم بدنتون و به خرد بدنتون توجه کنید و گوش بدید و باز یادتون باشه که شاوا این حرکت بدن بیجان استعاره ای از پایان هایی که باید سر برسند تا شروع های جدیدی از دل اونها سر بر بیارند. حالا توجهتون رو بدین به هر مقصودی که برای تمرینتون در نظر گرفتین به اونچه فاش کرده به اونچه که باز کردین بعد آروم دستها رو ببرید بالای سر پاهاتون رو کش بیارین زانوهاتون رو تا کنید کف پاها روی مت باشه بعد به آرامی بچرخید به راست یکم مکس کنید این همیشه استاره قشنگی از حولد دوباره و شروعهای جدیده بعد آروم با سرعت خودتون برین به هر نوع حالت ای که توش راحتین خب ما با همدیگه به یک سفر رفتیم ممنون از اینکه با من همراه بودین همینطور که نشستین هر جای این کره خاکی که هستین یوگا مدام به همه ما یادآور میشه یادآوری میکنه مراقبت از خودیو که برای پرورشمون بسیار مهمه و اینکه اون فائلیت اصولا فقط برای من نیست بلکه برای ماست همه ما به همدیگه وصلیم پس دستامون رو میذاریم روی قلبمون و قدردانی میکنیم. قدردانم از حضورتون. بسیار قدردانم که تونستم این عشق به یوگا رو با شما سهیم بشم و اون تحول و رشدیو که در مسیر خودم یاری رسانم بوده. خیلی ممنونم.